خلاصه یه کتاب خود آینده ی تو اثری از, از هال هرشفیلد از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا چطور فردای بهتری برای خودمون بسازیم تصور کن داری با یه آدم غریبه قهوه میخوری این آدم تمام جزئیات رو در مورد تو میدونه همه عادت های ریز و درشتت همه تصمیم هایی که تا حالا توی زندگیت گرفتی مسیرهایی که طی کردی یا میخوای طی کنی و حتی عمیقترین رازهای تو جالب اینجاست که تو در مورد این غریبه هیچ چی نمیدونی تونستی حدس بزنی اون کیه؟ درسته اون خود تو در ده سال بعد خب حالا به هم بگو این ملاقات چطوری روی عملکرد امروز تاثیر میذاره احتمالاً قبل از خوردن یه تیکه کیک اضافه دوباره فکر میکنی و میخوای بدونی خوردنش چه تأثیری روی آیندت میذاره یا مثلا ممکنه قبل از اینکه که فوراً یه چیزی رو بخری به این فکر کنی که این خرید هیجانی بعدها چه فشار مالی رو ممکنه برات ایجاد کنه میشه به زندگی اینطوری نگاه کرد که یه تکامل روبه آینده است بدون اینکه متوقف بشه آینده ای که همون نسخه بعدی ما توش زندگی میکنه نسخه ای از خود ما که ممکنه با خود امروزمون واقعا احساس غریبگی کنه یعنی همون غریبه ای که تو اصلا نمیشناختیش همین فاصله بین تو امروز و تو ده سال بعد میتونه باعث تصمیماتی بشه که شاید امروز تو رو خوشنود کنه اما به هیچ وجه انتظار همچین نتیجه ای رو در آینده نداریم و حیرت میکنیم اما متاسفانه اغلب ما به خاطر اینکه به رضایت آنی چسبیدیم و به سایه‌ای که این تصمیم فوری بر آینده ما میندازه توجهی نشون نمیدیم به همون تصمیمای نادرستمون ادامه میدیم حالا به این فکر کن که چی میشه اگه بتونی این فاصله رو پر کنی؟ چی میشه اگه بتونی یه پیوند همدلانه با خود آیندت برقرار کنی؟ و از این طریق تصمیمات امروزت رو شکل بدی تا فردایی موفق تر رو برای خودت تصمیم. توی این خلاصه کتاب میخوام تو رو با خودم به یک اکتشاف جذاب در اعماق درک درون هویت خودت و تعامل شگفت انگیز تو با خود آیندت ببرم این سفر کمکت میکنه به بینش هایی از خود دست پیدا کنی تا با این نگرش های تازه قدرت مهار کردن ارتباط خودت با آیندت رو به دست بیاری اینطوری تصمیماتی رو تقویت میکنی که نه تنها به نفع امروزت هستند بلکه به نفع آینده تو هم هستند فصل اول آیا میتونیم خود اصلیمون رو دوچار تحول اساسی کنیم؟ پدرو رودریگز فیلو رو میشناسی؟ یه لحظه به داستانش فکر کن مردی که وسط یه محیط وحشی به دنیا اومده و جمجمش در اثر ضرب و شتم پدرش متلاشی شد رودریگز سال 2023 از دنیا رفت اون تا سال 1985 یه قاتل زنجیری بود که تعداد هفتاد و یک نفر رو به قتل رسونده بود با این وجود داستان زندگی اون به یه سلول زندان ختم نشد اون شروع کرد به ورزش کردن و خوندن و نوشتن رو یاد گرفت و سال 2007 به کمک یه خلع قانونی تونست به عنوان یه مرد آزاد از زندان خارج بشه اون هر روز چهار صبح از خواب بلند می شد. مواد مخدر و الکل رو کاملا کنار گذاشته بود و کارش این شده بود که داستانهای الهام بخش رو توی یوتیوب به اشتراک بذاره رودریگز به جوونایی که مجرم بودن مشاوره میداد و قسم میخورد که خود قدیمیش اون رو ترد کرده و انگار که دوباره از نو متولد شده این داستان سوالی رو توی ذهن ما ایجاد میکنه که پس آیا واقعا میتونیم یه تکون اساسی به خودمون بدیم و یه آدم دیگه بشیم به حست فکر تصور کن که هر سلول بدنت با یه سلول تازه جایگزین شده اما خاطراتت رو هنوز حفظ کردی آیا این هنوزم تویی چی میشه اگه ذهن و خاطراتت با ذهن یه آدم دیگه جایگزین بشه قبل از اینکه به خودت به شکل یه موجود تازه نگاه کنی چند قسمت از وجود تو باید تغییر کنه به زندگیت فکر کن طبیعیه که بعضی از ویژگی هات از دوران کودکی با هات مونده باشه اما با این حال تجربه هایی هم که تو توی زندگی داشتی رو شکل داده بدنت هم تحول پیدا کرده و حتی خاطراتت هم تکمیلتر شده فلسفه به تنهایی نمیتونه چنین معمایی رو حل کنه مطالعه ای از پروفسور نینا نشون میده که دنیای روزمره داره دیدگاه متفاوتی رو به ما نشون میده توی این مطالعه از افرادی که مراقب بیماران آلزایمری و ALS هستند پرسیده شد که آیا اونایی که ازشون مراقبت میکنین هنوزم همون حس قبلی رو بهتون دارن یا نه نتیجه خیلی جالب بود داشت و خیلی چیزا رو نشون میداد. بیماران ALS که حافظشون سر جاش بود و فقط بدنشون تحلیل رفته بود خیلی بیشتر از بیماران آلزایمری که حافظشون تحلیل میرفت ولی بدنشون سالم تر بود خودشون بودن و حسشون تغییری نکرده بود اما چیز جالبتری هم وجود داشت ماجرا وقتی پیچیده شد که پروفسور نینا رفت سراغ مراقبان بیماری زوال عقل این بیماران بدن و خاطراتشون دست نخورده باقی میمونه اما عقلشون زائل میشه جوری که در انجام کارا و رفتارهای اخلاقی ناتوان میشن این بیمارها از آلزایمری ها هم قریبه تر به نظر میرسن در واقع قریبه ترین ها اینها هستند این نشون میده که خود اخلاقی ما اون چیزیه که واقعا میتونه هویت اصلی ما رو شکل بده پس بیا الان روی داستان رودریگز تمرکز کنیم آیا اون واقعا به یه آدم جدید تبدیل شد؟ اگه خود اخلاقی رو به عنوان هویت در نظر بگیریم میشه گفت بله اون حقیقتا چنین کاری کرده و کلن آدم دیگه ای شده حالا بیا این نور رو به خودمون بتابونیم ده سال بعد ما چه آدمی هستیم آیا یه قریبه این برای الان خودمون فکر میکنی تو هم به آدم جدیدی تبدیل میشی یا به همین شکلی که هستی باقی میمونی چقدر شکاف بین این دو نسخه از خودت میبینی همینطور که داریم با هم کندوکا و عمیقی رو انجام میدیم این جنبه جذاب وجود انسانی خودمون رو کشف خواهیم کرد با هم همسفر بمون تا بریم قسمت بعد فصل دوم دوست شدن با خود آینده جاودانگی رو تصور کن برای همیشه جوون و بدون محدودیت سنی مثل یه خوناشام که غرق نور محتاب شده باید جالب باشه نه درسته گرچه جالبه اما یه تعارض وجودی توی این جاودانگی هست اون چیه؟ اینکه طوری میتونستیم مطمئن باشیم که اگه جاودان بودیم واقعا چه کسی میشدیم و چه جور آدمی بودیم درست همونطور که یه زندگی جدید در جهان خلق میشه هر لحظه ورژن جدیدی از ما رو به دنیا میاره بنابراین چهره آینده ما تصویر شفاف و واضحی نیست بلکه همیشه در نظرمون مهالود و به صورت چهره های مرموز و سایواری باقی میمونه درکی که ما از خود آیندهمون داریم شدیدن و عمیقا روی رفتارهای امروزمون تاثیر میذاره ازت میخوام که دو تا شخصیت رو برای خودت تصور کنی یکی ورژن گسترش یافته از خود فعلیت و دیگری خودت در آینده که یه فرد کاملا جدید اینکه چطور این خود آیندت رو توی این دوگانگی درک و تصور میکنی به طور پیوسته داره به روش زندگی امروز تو رنگ و بو میبخشه. حواست به این نکته باشه که ما معمولا همیشه به نفع شخصی خودمون عمل میکنیم با این وجود اگه به خود آیندهمون توجهی نکنیم و اون رو مثل یه آدم غریبه ببینیم که نمیشناسیمش احتمال داره کمتر درمون بخواد به عادتهای سالم و مفید تعهد پیدا کنیم میدونی چی میگم؟ حرفم اینه که وقتی فکر کنی خوردن یه تیکه کیک شکلاتی اضافه قرار نیست به دور کمر تو اضافه کنه بلکه دور کمر یه غریبه رو زیاد میکنه معلومه که بهش نه نمیگی و نوش جونش میکنی این جدایی تو از خود آیندت در نهایت به ضرر تموم میشه چرا که ممکنه هزینه زیادی رو به تحمیل کنه و احتمالا به تمایل تو به داشتن بدهی های بلند مدت منجر میشه وقتی آدما به آینده نزدیک فکر میکنن مثلا روز تولد بعدیشون معمولا از زمیر اول شخص استفاده میکنند چرا اینو میگم؟ چون انگار یه اتصال شخصی بین خودشون و خود آینده نزدیکشون حس میکنند اما وقتی میخوان مثلا به سی سال بعدشون فکر کنن مثل اینه که دارن به یه آدم غریبه که اصلا چیزی ازش نمیدونن فکر میکنن برای همینم این یه زمیر سوم شخص تغییر میکنه انگار که همه چیز به ادراک ما بستگی داره فرض کن دوتا تا پرنده رو داری از فاصله دوری میبینی خب تفکیک کردنشون از هم ممکنه برای چالش برانگیز باشه به همین شکل وقتی به خودهای آیندت فکر میکنی مثلا آینده دو سال بعد یا ده سال بعد یا سی سال بعدت ممکنه اینطور به نظر بیاد که این هویت ها به طور مبهمی در هم ادغام شدن خود آینده ما مبهم و شبه ماننده در حالی که خود فعلی ما جامد و ملموسه درسته که آینده ما فرد متفاوتی نیست و در واقعیت همین جسم جامده اما وقتی به شکل یک آدم جدید به آینده نگاه کنی بینش های تازه ای نصیبت میشه که مفیده فداکاری برای یه غریبه مسلما برات غیر منطقیه که به خاطر بیشتر نشدن دور کمر یک غریبه الان از خیر لذت خوردن کیک شکلاتی بگذری اما اگه خود آیندت رو به شکل یه دوست خیلی عزیز ببینی چی؟ اوضاع فرق میکنه نه؟ شاید وقتش رسیده که دیدگاهت رو تغییر بدی به جای اینکه به خود آیندت به دید یه شخصیت دور از ذهن نگاه کنی اون رو کمی به خود نزدیکتر احساس کنی شخصیت آینده خودت رو یه متحد، یه دوست، و کسی بدون که ارزش فداکاری رو داره در این صورت شاید خود آینده تو کمتر مثل یه غریبه به چشمت بیاد و بیشتر کسی رو به ذهن میاره که دوستش داری و در نتیجه به راحتی میتونی به خاطرش از یه تیکه کیک اضافی صرف نظر کنی یا به خاطرش توی خریدهای عجولانه و هیجانی تغییر عقیده بکنی بعد از همه این حرفا میخوام ازت بپرسم اگه بتونی مثل یه خوناشام در گرگ و میش ابدی و همیشگی زندگی کنی آیا بهترین ها رو برای خود آیندت نمیخوای؟ فصل سوم کندوکاو انتخاب ها برای خود آیندت به طور استعاری یک کشتی رو تصور کن که توی نقطه خاصی از دریا لنگر انداخته این کشتی با وجودی که دریای آزاد بهش ندای رفتن میده و افق اون رو به سمت خودش فرا میخونه سر جاش پهلو گرفته و حرکت نمیکنه همه ما به نوعی شبیه این کشتی هستیم ما هم یه جورایی مثل مفهوم لنگر انداختن در ارزش ها و خود فعلیمون پهلو گرفتیم حتی وقتی که میدونیم باید از این زنجیرها رها بشیم و به سمت آینده حرکت کنیم استعاره ی لنگر انداختن ما رو به سمت چیزهایی سوق میده که برای خود آیندهمون مضر اگه به آدما بگی شش ماه بعد هزار دلار میخوای یا همین الان 990 دلار بهت قول میدم اکثریت قریب به اتفاقشون اون 990 دلار فوری رو ترجیح میدن البته باید دید که نقطه عطف ماجرا کجاست اگه اون هزار دلار چقدر بود ارزش صبر کردن رو داشت تمایلی که ما آدم ها به پاداش های فوری داریم و اونا رو به مذیعت های آینده ترجیح می میتونه به تصمیم های مشکل ساز منجر بشه مثالش رو هم حتما در اطراف دیدی. میلیونر هایی که ثروتشون رو یه شبه به باد میدن با این حال وقتی ما لحظه بودن زمان حال رو حذف کنیم این تصویر میتونه تغییر کنیم اگر ازت بخوام بین 900 دلار در سال آینده و 1000 دلار در یک سال و نیم آینده یکی رو انتخاب کنی انتخابت کدومه اکثر آدما توی این مورد صبر بیشتری نشون میدن و انتخابشون مبلغ بیشتره البته باید بگم این مسئله محدود به موضوعات مالی نیست بین پیشنهاد یه تخت شکلات و یه مشت آجیل سالم که قرار در عرض یه هفته داده بشه اکثر آدما گزینه سالمتر یعنی آجیل رو انتخاب میکنن وقتی پاداش فوری نباشه جذابیت رضایت آنی هم از بین میره و چیزای دیگه ای مهمتر میشه به نظرت به خاطر این نیست که ما آینده رو نامعلوم میبینیم و به اون ضرب مسئله معروف میچسبیم که سیلی نقد بهتر از حلوای نسی است کششی که زمان حال برامون ایجاد میکنه خیلی قدرتمنده دلیلش اینه که برای ما آشناست لحظه حال توی ذهن ما عظمتی داره و هرچی ما آینده رو دورتر میبینیم به نظر میاد زمان فشرده تر میشه در واقع میشه اینطوری توضیح داد که یه روز در زمان حال طولانی تر از یه روز صرف شده برای یه کار در شش ماه بعد به نظر میرسه درست عین یک کرم که یواش یواش به پروانه تبدیل میشه تک تک لحظه های ما جمع میشن و آینده ما رو میسازن چیزی که ما اغلب نادیدش میگیریم اگه همین الان فعالانه روی آینده تمرکز نکنیم در معرض این خطر قرار میگیریم که تصمیم های برای آینده بگیریم تصمیم هایی که در آینده پشیمونی به بار میارند پس شاید وقتش رسیده که لنگرت رو بندازی فصل چهارم اهمال کاری انتخاب و خدافزی با پشیمونی حتما تا حالا برات پیش اومده که دقیقه نوت بخوای کاری رو تموم کنی نه؟ مثل موتسارت که ظاهرا آهنگ دونجوانی رو در آخرین لحظات زندگیش کامل کرد شاید شب قبل از امتحانت پر از کارای نکرده باشه و برنامت رو حسابی شلوغ کرده باشی عقب انداختن کارها یا همون احمالکاری عادتیه که تقریبا میتونم بگم همه ما توش مشترکیم اما چیزی که الان حواسمون بهش نیست اینه که با عقب انداختن کارها تا دقایق آخر داریم به آینده خودمون یا همون خود آیندهمون که حالا دیگه باهاش دوستیم و دوستش داریم آسیب میزنیم سوالی که اینجا پیش میاد اینه که علت اصلی این اهمال کاری واقعا چیه ما برای اینکه خود آیندهمون رو واضح و شفاف ببینیم تلاشمون رو میکنیم وقتی نتونیم خود آیندهمون رو به وضوح ببینیم نمیتونیم بفهمیم که با هر تصمیم نابخردانه چه باری روی دوش آینده خودمون میذاریم ولی نگران نباش هنوزم امیدی هست بله راهی وجود داره یه ذره بخشش میتونه راهی طولانی باشه گذشتت رو به خاطر انجام ندادن کارها ببخش و برای اینکه از اهمال کاریهای بعدی جلوگیری کنی روی درکت از خود آیندت کار کن با انجام این کار نه تنها بار بزرگی رو از روی دوش خودت در آینده برداشتی بلکه ارتباط قویتری بین خود فعلیت گذشتت و خود آیندت ایجاد میکنی برای مثال آیا تا حالا برات پیش اومده که با یه کاری که در آینده برنامه ریزی شده موافقت کنی؟ اما موقع انجامش که رسیده پشیمون شدی که چرا قبول کردی؟ اینو بهش میگن اثر بله لعنتی شاید این رو موقعی تجربه کردی که مثلا به یه دعوت مهمونی پاسخ مثبت دادی اما بعدا که میخواستی به مهمونی بری کلی ترس و تردید سراغت اومده این بله لعنتی نشون دهنده اینه که ما نمیتونیم حالات عاطفی خودمون رو در آینده به سادگی پیش بینی کنیم پدیده که توی تصمیم هایی که منجر به پشیمونی میشه هم دیده میشه از سر بله لعنتی در مورد پشیمونی از تتو یا همون خالکوبی صدق میکنه اهمیتی که پشت اون تتو بوده ممکنه به مرور زمان برات کمرنگ بشه یا از بین بره تصمیم عجولانه ای که یه آدم در حالت آسیب دیده میگیره ممکنه باعث ایجاد یه علامت همیشگی روی بدنش بشه که بعدها ازش پشیمون بشه چنین چیزی رو میشه به گذاشتن لباسای نامناسب توی چمدون برای تحتیلی ها تشبیه کرد تو میدونی توی مقصدت هوا گرمه اما چون جایی که توش هستی هوا سرده نمیتونی لباسهای مناسب برای هوای گرم رو توی چمدونت بذاری این مثال دیگه ای از تلاشیه که ما برای ارتباط برقرار کردن با خود آیندمون به کار میبندیم فصل پنجم استراتژی هایی برای ایجاد تعادل بین حال و آینده تصور کن با خود آیندت ملاقات میکنی در حالتی که از ازدواجش ناراضیه یا از وضعیت سلامتیش گلمنده سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چطوری میتونی از بروز چنین آینده ای پیشگیری کنی چطوری میتونی خودت رو توی بهترین ورژن ممکن از خودت در آینده تصور کنی این سفر از جایی شروع میشه که خود آیندت رو نزدیکتر و ملموستر و واقعیتر تر بدیم مطالعه های مختلف نشون میده که اگه خونواده های نیازمند از قبل شناسایی شده باشن احتمال اینکه بهشون کمک کنی بیشتره چون واقعیتر و مشخصتر از حالتیه که همین طوری بیای وسط و بهت بگن که به نیازمندها کمک همین روی کرد رو میشه توی بهبود عملکرد خودت به کار ببری اگه برای خود آیندهت یه نامه بنویسی یا یه بازه زمانی برای خودت در نظر بگیری کمک میکنی که شخصیت آیندت در نظرت ملموس و واقعیتر بشه این تو رو به تصمیمات بهتر و مفیدتری که به نفع اون شخصیت باشه وا داره. یه تمرین ذهنی هم برات دارم که میتونی امتحانش کنی این تمرین این طوریه که اول سعی میکنی خود آیندت رو توی ذهن تجسم کنی و بعد با این خودی که ساختی به زمان حال سفر میکنی وقتی داری به آینده فکر میکنی روزها رو بذار جای سالها و به عنوان واحد زمان از روز استفاده این دیدگاه هم درکش آسون و هم اجرایی تره با این حال تجسم آینده کافی نیست بعدش لازمه که قدم عملی برداری و به اقدامی که برای خود در نظر میگیری متعهد باشی مثلا اگه بری عضو یه باشگاه بشی و برای سی جلسه ثبت نام کنی اون وقت میشه گفت که عملا به تناسب اندام خود آیندت متعهد شدی همه اینا رو گفتم اما حالا میخوام بگم نمیشه فقط به نیروی اراده تکیه کرد گاهی وقتا بهتره به خود آیندت عوامل حواسپرتی رو کاملا از بین ببری. یه ترفندی که میتونم بهت یاد بدم اینه که مثلا موبایلت رو بذار توی یه گاف صندوق زماندار و درش رو قف کن و توی اون بازه زمانی قشنگ با اطمینان روی کارت متمرکز شو و اینطوری به نفع خود آیندت کار کن همچنین میتونی از تنبیه های فوری برای رفتارهایی که ناخواسته ممکنه از سر بزنه استفاده کنی این انگیزه قدرتمندی برات میشه مثالش اینه که اگه یه جلسه تمرینت رو نرفتی خودت رو یه مبلغ مشخصی جریمه کنی. یا مثلا از یه چیزی که دوست داری مثل آب هویج بعد از ورزش خودت رو محروم کنی این تنبیه سری بهت فشار میاره که کاری رو که به سود خود آیندت باشه انجام بدی البته اینم اضافه کنم که شکل دادن خود آینده بهتر فقط شامل انتخابهای سخت و فداکاری کردن نیست بلکه شامل اینم میشه که زمان حال رو برای خود دل پذیرتر و لذت تر کن اگه یه کاری برات سخته یا نیاز به فداکاری داره اون رو با یه چیز لذت بخش همراه کن دو تا مثالش رو برات میگم میتونی موقع ورزش کردن به یک کتاب صوتی جذاب گوش بدی یا موقع مسواک زدن یک کلیپ که خیلی خوشت میاد از یوتیوب تماشا کنی گرچه اینا تغییرات کوچیکی هستند اما همین تفاوت‌های جزئی میتونه کارهای پیش پا افتاده و غیر جذاب یا چالش برانگیز رو برات قابل تحملتر و انجامشون رو راحت تر کنه برای ساده تر کردن کارهای سنگین و طاقت فرسا اون رو به تکه های کوچیک تر تقسیم مثلا اگه یه بدهی سنگین داری اون رو به پرداخت های با تعداد بیشتر ولی مبالغ کمتر و قابل مدیریت تقسیم کن. اینطوری اون کار سخت به یه استراتژی در دسترس تبدیل میشه که انجامش برای خود فعلی تو تره و در ضمن هنوزم انجامش برای آیندت مفیده. دست آخر میخوام کلید طلایی این سفر رو بذارم توی دستت کلیدش میدونی چیه؟ اینه که یاد بگیری بین نیازهای الانت و منفعت آیندت تعادل برقرار کنی با کمک بعضی از این استراتژی هایی که بهت یاد دادم میتونی پلی به سمت آیندهی بسازی که توی اون بهترین نسخه از خودت در انتظار درسته که این عمل یه عمل محتاطانه متعادله اما در عوض میتونه به آینده ای رضایت بخش منجر بشه حرف اصلی کتاب توی خلاصه کتاب خود آینده تو در مورد این موارد صحبت کرد درک و تقویت رابطت با خود آیندت عمیقا روی تصمیمات امروز تو تاثیر میذاره و تو رو ترغیب میکنه تصمیماتی رو بگیری که با بیشترین منافع خود آیندت هماهنگ حتی اگه ظرفیت ذاتی برای تحول و تغییر خودت داشته باشی شناختن و پذیرش خود آیندت به خاطر فاصله‌ای که با آینده حس می‌کنی و نداشتن ارتباط ملموس باز هم میتونه برای چالش برانگیز باشه این چالش میتونه باعث بشه بخوای فقط به نیازهای فوری و الانت پاسخ بدی بدون اینکه حواست به هزینه باشه که به خود آینده تحمیل میکنی برای حل این چالش استراتژیهایی مثل تجسم آینده خودت گذاشتن چارچوب های زمانبندی شده تعهدای ملموس در نظر گرفتن عواقبی برای کارهای ناخواسته و همینطور لذت بخش کردن کارهای ضروری در زمان حال به کمکت میاد که بتونی شکاف بین حال و آینده رو پر کنی و رابطه سالمتری با خود آیندهت بسازی این کارا رو که انجام بدی میتونی خودت رو به گرفتن تصمیماتی تشویق کنی که آینده رضایت بخشتری رو برات رقم میزنه و تو رو به بهترین نسخه از خودت در آینده میرسونه امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم با سپاس علی میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا کتاب های صوتی از کانال لیل و با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم